چرا اگه بتونی جدا کنی بره. خب دوستان یه کوچولی این بربای میسه. نه بگی آقا میگیرم ایشونو بگیریم چشم بعد شمارم یک دو شما اول خودتون معرفی کنید اسم و فامیلتون و سنتون و تحصیلات و سمتتون یک قدم بید عقب تر سه دو یک بنده دکتر محمد قدمی هستم از کردستان کاندیدای سیزدهم و کاندیدای دولت دوازدهم هم بودم احراز صلاحیت نشد این دوره که ما مراجعه کردیم به ستاد وزارت کشور متاسفانه دوستان امنیتی خیلی با برخورد نامناسبی با ما برخورد کردن و این انتظار رو ما از عزیزان نداشتیم که به این سبب یک کاندیدای کرد و اهل سنت که من اعلام کردم میخواستم بگم سنی و شیعه در ایران هیچ فرقی نداره و همه برای خدمت میان و این داستانی در قانون اساسی که باید رفراندوم بشه و این برطرف بشه چون سنی و شیعه هیچ فرقی نداره. ما هم به عنوان اهل سنت امامان را قبول داریم ولی به عنوان اینکه اینها بخوان خلیفه بشن احتیاج به جمهوریت برای مردم دارن، این همین چیزی که اصلاح طلبا میگن. و زمانی که مرحوم مصباح یزدی هم زنده بود که گفته بود این اصلاح طلبات بازماندگان سقیفن، ما در جوابش نوشتیم ما روزنامه‌نگار هستیم، نویسنده هستیم، که شما هم لابد بازماندگان معاویه هستیم. من اینو شروع کردم. عزیزان متاسفانه در کمال ناباوری یک کاندیدا مسئولیت داره در جمهوری اسلامی. من نمیخوام سمپاشی بکنم نه حرف بد بزنم. دوستان امنیتی یک ساعت و نیمه که منو از داخل وزارت کشور دارن با ماشین میگردونن، منو گذاشتن میدون معینیه که از اونجا برگردم. من نمیدونم این توهین به لباس کردی هست، توهین به ملیت کرد هست، توهین به ایرانی هست. اینا میخوان چی رو ثابت بکنم من نمیدونم. آقای تاجزاده، همین آقای حسین دوستی که اینجا تشریف دارن که به ما اهانت کردن، ما در خدمتشون هستیم. آقای تاجزاده دوست ما هستن، نمیدونم محیط امنیتی علیه ایشون بود برای بنفع ایشون بود. من کاری به کاری کسی ندارم. جمهوری اسلامی باید اینقدر ظرفیت آزادی داشته باشه که کاندیدایی که میگه من اهل سنتم ولی شیعه هم هستم هیچ فرقی نداره، اینو بتونه پذیرش بکنه و حرفاش هم بشنوه. 40 ساله که اون دفعه من نالا منو عصبانی کردن، با تندی صحبت کردم، منو به حالتی محصول کردن از وزارت کشور، حالت اخراج. این توهین هست، نتونستن غلطی بکنن به اون شیوه که بخوان. کسی این اجازه نمیدم خونم هم ریخته بشه به این لباس. کسی بخواد توهین بکنه تیمسارش هم سرلشکرش هم غلط بکنه توهین بکنه. آقا منم همفکر شما. آقا یه دقیقه کنار. سه کرد توهین بکنه غلط بکنه. ما ارتش بود ملتیم، نه ضد انقلابیم، نه ضد رهبریم، نه ضد نظامیم. اینا رو همه رو بدنن انحصارگرا. غلط بکنه سرلشکر مملکتش که به یک کرد اهل سنت که علی رو به ولایت قبول داره، خلفا رو هم به خلافت در اثر ریگیری. این یه چیزی هست که بوده است. دست من و شما نیز. من در منطقه سنی زاده شدم، تو در منطقه شیعه. تو اگر پیرو علی هستی نباید اهانت بکنی. تو اگر 40 ساله که کاندیداهای شیعه هستن، رؤسای جمهور سنی که نیومده، بهایی که نیومده، فلانی که نیومده، وقتی شما همه خودتون ادعای ولایت شیش آتشه دارید، چرا وضعیت جمهوری اسلامی اینه؟ فساد از همین مدعیان ولایت متاسفانه سرچشمه گرفته، از همین جناهای راست و چپ متاسفانه سرچشمه گرفته. ما مدعی دولتی هستیم که ائتلاف اقوام و جناهای راست و چپ و همه نخبگان ملت باشه. عزیزم ما اجازه نمیدیم کسی به ما بگه این لباس چوپونی، این لباس شرفه، لباس مرزداری ایرانه. کسی نمیتونه. برادران امنیتی، من احترام دارم برای بعضی عزیزاشون، به احترامی به ما بکنه ما رو بگه از وزارت طرف اومده. چرا احمدی نژاد میاد صحبت میکنه؟ من 100 تا احمدی نژاد رو میذارم جیبم. اینجا میاد بالا میره پایین میره میگه من نباشم مملکت خراب میشه. نه، احمدی نژاد بوده،
دوره خودش رو تیک کرده رفته. آقای فلانی بوده از جناح چپ دورش چرا درسته کرد مملکتو؟ آقای رئیسی که میاد ادعا میکنه میگه من عدالتو برقرار میکنم، بله میکنه. عدالت نان بچه من، این که بچه داره فیلم بداری میکنه. من یک دکترا هستم، چندین کتاب دارم، تألیفات دارم، کاندیدای خبرگان بودم، روحانی هستم، کاندیدای مجالس بودم. وقتی نمیذاری من ترقی بکنم در کشور رجل بشم، من چیکار باید بکنم؟ نان بچه منو میبری با 25 سال سابقه؟ من برای نان خودم نیومدم، برای ادعای شرف ملت اومدم. نان بچه منو میبری آقای رئیسی با 25 سال سابقه؟ میگه قانون سود رو اجرا میکنم. من آروم صحبت میکنم که دوستان نترسن، هیچی پیش نمیاد. دوستان امنیتی در خدمتشون هستم. الان شما ثبت نام کردید؟ بله من کاندیدا هستم، اینم فرم کاندیدایم. همه دوستان عکس میگیرن، فیلم میگیرن. آقای برادر کردی حالا برنامه‌تون اجازه بدید. عزیزان من، این همین آقای رئیسی ما قانون سود رو که اجرا میکنه، ما زمین خاری رو افشا کردیم، همین آقای رئیسی عزیز ما رو بازتری کرد. من خودم رو با هزار تا رئیسی و امثال رئیسی و احمد نژاد عوض نمی کنم، ضد رهبرم نیستم، رهبر پدر ماست. من مثل تاج زاده هم که اینجا براش گارد گرفتن، مخالفی و موافق من نمیدونم برنامه چی بوده. من تاج زاده رو در کابینه ای که در نظر گرفتم، به عنوان وزیر کشور در نظر گرفتم، آدم شجاعی هست. هم این تاج زاده میگه من در رهبری رو دوره این میکنم فلان میکنم، نه، رهبری همون سلطنتی باشه. همون آقا مشتبه هم در خدمتشیم، نوکرشیم، ولی دخالت در یمن و سوریه و عربستان نکنن. این ملت گشنه از خودش نمیخواد دخالت بکنن. برادران نجات رو در داخل کشور به تار بگیرن، ملت اونا رو روستر میذاره. همه این امکاناتی که در اختیار مقام محترم رهبری، من معظم نمیگم، معظم فقط خداست، ایشان جای پدر هستن، سیستم پاتریمونیال سنتی خیلی هم حرمت دارن، ولی هر چی میگه تو این مملکت میگه فلان معظم گفته، فلان گفته. هیچ کس جز خدا معظم نیست. ما هیچ کدام مشرک نیستیم، فقط خدا را میپرستیم. این امکانات که در زیر اختیار نهادهای زیر نظر مقام محترم رهبری اینا به ملت داده بشه، دولت موازی شکل گرفته، یک دولتی که 400 میلیارد دلار گردش سرمایه داره برای قاچاق و برای تحریم سازی، اینا بیاد در اختیار ملت قرار بگیره، چرا نمیذارن؟ از تریبون وزارت کشور من صحبت بکنم، بگم میخوام من چه بگم؟ در این کشور نباید مگر دموکراسی باشد؟ هم میخواهن همه افراد رو حذف بکنن، بگن تو رجال نیستی، تو فلان نیستی. اینا خودشون بگن آقای رئیسی بفرما، آقای رئیسی عدالتت کو، آزادی زندانیان سیاسی کو، حصر را چرا؟ آقای حلی مشکلات چه برام؟ بله عرض میکنم، حصر را چرا برطرف نمیکنی؟ این مظلومین در حصر چیکار کردن؟ اهل سنت و قومیت ها چیکار کردن؟ گناهشون چیه؟ چرا طرح آشتی ملی اعلام نمیکنی؟ چرا برای اپوزیسیون کرد و بلوچ و عرب شما رایزنی نمیکنی که اینا آشتی بکنن با نظام؟ چرا کردها رو تجزیه طلب میکنی؟ وقتی من میام اینجا کاندیدا میشم، منو از وزارت کشور میخوان اخراج بکنن، به عبارتی بندازن بیرون، من مجبورم ادعای تجزیه طلبی بکنم. اون غلط میکنه، اون نظامی که دست رو سینه من میزنه. منم حق دارم صحبت بکنم، منم ایرانی هستم، کردم، مرز دارم. موقعی که جنگ میشه چرا میگن کردها غیورن؟ چرا میگن فلانن؟ اینه که به آقای رئیسی و امثالهم، به احمدی نژادم، به دوستان دیگه هم اعلام میکنم، اینا نمیتونن دیگه این سری رای ملت رو جلب بکنن. راه حل چی هست؟ همه مردم میدانن، یه بچه مدرسه، یه همین بچه من میدونه، گرانی هست، تورم هست، بیکاری هست، ما جی دی پی نداریم، رشد جی دی پی، گراس دامستیک پروداکت، ما رشد تولید ناخالص ملیمون صفر، رشد اقتصادیمون صفر هست، سوشیال دیستانس، اختلاف طبقاتی. ببینی نجدین از کردستان اومده، من هزار تا از این اساتید و دکاتیر اینا رو میذارم تو جیبم، درسشون میدم، میبرم سر آب چشنه بر میگردونم. بی حرمتی به کرد نشه. من از مقام محترم رهبری تقاضا میکنم این اهانتگران به کرد، به کاندیداهای کرد رو، اینا رو ادب بکنن. من اینا رو همینجوری هم ول نمیکنم. فقط کرد نیست، همه بلوط، بختیاری، ترد، شمالی، چه میدونم عرب، همه شیعه منصف با شرف که به این امامان با قلب پاک دل بستن،
ما در خدمت همه هستیم. ما نمیان بگیم از اون ور کشور یکم آب به من بدید، از اون ور کشور ما پا شدیم اومدیم میخوایم بگیم ایران رو تزیه میکنیم یا بحث شیعه و سنی را بندازیم. عزیز من 1400 سال پیش علی خوب بوده یا بد بوده، علی تاج سر ماست. تو اگر پیرو علی هستی تو چرا خوب نیستی؟ چرا به نام علی اختلاس میکنی؟ چرا به نام علی دروغ میگی؟ چرا به نام علی کشتار میکنی؟ اینه که راه حل مسائل اقتصادی بالادستی خودش سیاست هست که اقتصاد را تعیین میکنه. ما اگر تحریم بسازیم، ما اگر با همه دنیا بجنگیم، الان ما محکوم میکنیم اسرائیل را. ما نمیگیم اسرائیل را محکوم نمیکنیم، ولی ما قرار نیست در خاورمیانه هزینه همه موشکهای بدرسه رو فقط ما بدیم. ملت ما هزاران اشغالگرد، کارتون خواب، معتاد، زنان فقیر و بدبخت داره، ما قرار نیست همه رو بدیم. چرا ما باید همه هزینه رو بدیم؟ ما یه سوال از شما بفرمایید بعد از صحبتاتون، ما سوال کنیم حالا ازتون. حالا اجازه بدیم من تموم بشه بس گسسته نشه. فقط کوتاه که ما بتونیم فقط بگیریم ازتون. شما کارت بودم برم صحبت میکنم. تریبون وزارت هم مال خودتون. آقای رحمانی فضلی که میگی به پاهم میزنیم به سرم میزنیم، آقای رحمانی فضلی در اثر سیاست های غلط تو بود که این ملت، در اثر سیاست های غلط امثال تو بود که این ملت میاد شورش میکنه. وگرنه مردم با نظام، آقایون روحانی، مردم با نظام مشکل ندارن، با مسئولین فاسد مشکل دارن. یک شبه سه برابر میکنی، یک شبه سه برابر میکنی قیمت بنزین رو، مردم شورش میکنن. باید به مردم بگی با احترام عزیزان من، من این کارو دارم انجام میدم. اینه که بالادستی سیاست اقتصاد، بالادستی اقتصاد سیاست از اونایی که علوم استراتژیک خوندن. وقتی ما تحریم رو نتونیم برداریم، در همه دنیا دخالت بکنیم، نتونیم امکانات زیر نظر نظامیان عزیز رو، دولت موازی رو بیاریم در خدمت دولت ملی ادغام بکنیم برای حل مشکلات ملی، برای پروژه های ملی، دولت ملی آرام، تا کی میخواهیم ما بگیم انقلابی هستیم و جنجالی هستیم؟ بعد از 40 سال نباید شاخص ها در این مملکت درست بشود؟ باید درست بشود. باید حقوق قومیت ها و اقلیت ها، حقوق بشر، ما باید بحث موشکی رو محدود بکنیم. نمیگیم بحث دفاعی نداریم، ولی این هزینه های سنگین برای هسته ای، برای موشکی، اینا کمر ملت رو داره میشکنه. عزیزان من حرفای من کلیاتش هم اینه، هر کسی هم هر سوالی داره من شرمنده نشم. عزیزم ببین من مش خود تنکارت هم ببخشید، من سوالامو بپرسید. یه دقیقه آقا، بفرمایید بفرمایید بفرمایید. برنامه اقتصادی رو نگفت. برنامه های اقتصادی عرض کردم، برنامه های افزایش جی دی پی، تولید اقتصادی با رفع تحریم. آقای رئیسی میره به کارخونه ها سر میزنه. خیلی خلاصه، اجازه بدید. آقای کارخونه دار ببینم بازش کن، کارگر رو بیاره سر کار. چه جوری مگه اقتصاد دستوریه وقتی تو نمیتونی مواد اولیه وارد بکنی، از این ور تحریم سازی میکنی، مشکل ایجاد میکنی؟ مگه اقتصاد دستوری کارخونه دار چه جوری بیاد؟ عرضه 4200 تومانی میدن به راندخارهای خودشون، نور چشمی های خودشون که واردات انجام میدن میذارن تو جیب مبارکشون. این چند نرخی کردن ارز باید درست بشه. به غیر از بنزین و کالاهای اساسی ملت، این پولا نباید به هیچ کس داده بشه. این مفاسد باید برچیده بشه. این که رهبر میگه موانع تولید رو برداری، راست میگه، درود به شرفش، به قول این که تو سریال میگه، ولی باید منطقی برداشته بشه. با تحریم، وقتی ما با تحریم مواجه هستیم، شیری رو شما ببندید یه قفسی بگو برو شکار کن، نمیتونه. باید رئیس جمهور به عنوان فرزند پسر بزرگ خانواده و رهبر به عنوان پدر با هم متحد بشن. دولت موازی و دولت ملی باید مؤتلف بشه در راستای منافع ملت. باید ما عرض کردم رشد اقتصادی رو در فضای آرام، ما هر روز الان همه در فکر اینن، بله اسرائیل الان نابود بشه. اسرائیل نابود شد، مشکل ما حل میشه؟ مشکل ما حل میشه اسرائیل نابود بشه؟ مشکل این ملت کی قراره حل بشه؟ ما موازنه مثبت را، من دارم مطالب، من نگاه کلام نمی کنم، مثل آقای احمدی نژاد کلمه آورده دو خط از رو میخونه. موازنه مثبت، ما وقتی با چین و روسیه دو کلمه در انتخابات شرکت میکنیم چیکار؟ من حرف قبلا گفتم، نگن حرف احمدی نژاد رو داره تکرار میکنه.
عرض کردم این به عنوان ما اهل سنت و کردا تحریم کردن، بلوچا تحریم کردن، ما به عنوان یک نخبه کرد اهل سنت و از همه ایران شیعه تر، از همه ایران مرید مولا علی بیشتر هستم، من مرید این امامان معصوم بیشتر هستم، من حتی نمازهای یومیه را به نیت سار معصوم بعد از فریضه اهدا می کنم، خدا شاهد است من از علی نان نخوردم، به واسطه علی اینها که از علی نان میخورن، نان بچه های من را بریدن، نیومدم برای حق شخصی، این خدای آسمان و زمین رزق و روزی من را میدهد، آمده ام که رانتخاران و فاسدین را من رسوا کنم، موازنه مثبت راه حل جان من، در صورت رد صلاحیت خیلی عذرخواهی میکنم، من بر موضع تحریم هستم نه به خاطر خودم، وقتی من بعد از 40 سال جمهوری اسلامی نمیذاره من نماینده مجلس بشم، نمیذاره من نماینده خبرگان بشم، من میگم از همه بیشتر مخلص رهبرم، من با رهبر کشورهایی هستن، برید مطالعه بکنید تو اسکاندیناوی، کشورهای دیگه، کشورهای سلطنتی و پادشاهی حتی موفق هم هستن، به شرطی که دولت ملی باشه، رهبر خودش یه خانواده از میخواد چکار کنه، بگه خودش چقدر هزینه داره، به شرطی که این مافیایی که دور و برش رو گرفتن به نام ارزشی، به نام دین، به نام اسلام، اینا میان تحریم سازی میکنن، اینا بیان تسلیم ملت بشن، در خدمت ملت باشن، ملت اینا رو روز سرشون میذاره. پیغامتون برای رئیس جمهور آینده چی؟ رئیس جمهور آینده چه پیامی من بگم؟ من خودم میخواهم رئیس جمهور بشن و به همه ملت ایارت، من کربلا رفتم، نجف رفتم، سامرا رفتم، در زمانی که داعش خیابان به خیابان با تفنگ میگشت، من رفتم زیارت حسن عسکری، رفتم زیارت سید محمد سبع الدجیل که شما نمیشناسید اصلا کی هست، متوجه هستید؟ پیغامتون برای مردم در شرکت در پیغام من این است که اگر مردم فکر میکنن من هیچ موقع اون، اگر مردم تصمیم گرفتن که نه بگن به انتخابات، من برای مردم، هر همه ایرانی ها، حاکمیت هم باید احترام قائل بشه، مردم ناامیدن، مردم مایوسن، 40 سال میگیم امریکا اسرائیل، دشمن ما میگه همینجاست، کی میگه امریکاست؟ به سال بعدی شما میفرمایید مخلص رهبر هم هستیم؟ بله هستیم، چرا نیستیم؟ رهبر میگه در انتخابات شرکت کنید به شرطی ها و شروطی ها، رهبر پدر عزیز ما هست، قرار نیست رهبر هرچی بگه، ما عبد نیستیم، با پدر هم بگو مگو میشود کرد، انتقاد هم میشود کرد، من از رهبری بارها انتقاد کردم و میکنم، در قضیه بحث بنزین هیچ کس جرأت نکرد، من گفتم رهبری عزیز گرانقدر، پدر بزرگوار من، نباید به اینها اجازه میدادی که بنزین را به این سب گران کنن، و اگر کرده بودن نباید پشتشان را میگرفتی، این تلفات 1500 نفر. برنامه تو در مورد بنزین چیه؟ اگه بنزین بالا نمیرفت چی میشد؟ آیا قاچاقش بیشتر نمیشد؟ نه، این شعاری است که نمیدونم یکی از یکی از کاندیداها آقای پزشکیان بوده یا یه مسئول دیگه، یا من دیدم داره شعار میده، میگه بله بنزین شما آقایون در مرز سوخت بره بلوچ بدبخت بیچاره که هیچی نداره، این نگران اینن از یه سوراخ سنبه رهبرم قبلم گفتن نگران کوله بر و سوخت بر نواد، نگران اینه که 4 تا 20 لیتری بنزین ببره به فروش خرج بچه های بدبختش بکنه، شما اگه میخوای صرف جویی بکنی این همه پولها رو سرازیر نکن برای اینهایی که در خاورمیانه همه جا رو پر جنگ کردن و عاقبت و نتیجه هم نداره، حتی کربلا هم که نور چشم ما حسین در اونجاست، اونجا میرن به کنسولگری ما حمله میکنن، سیاست های مداخله اضافی، اجازه بدید، برای امور خارجه من همون آقای دکتر ظریف رو انتخاب کردم، ظریف بالاخره در آخر عمر سیاسی خودش جرأت به خرج داد، این گفتمانی است که همه ملت نه فقط ظریف میگوید، و این حاشا کردن ندارد، مردم راضی نیستن امکانات آنها در عراق، در یمن مظلوم هستن، ما حمایت میکنیم، روز قدس ما حمایت سیاسی و فرهنگی میکنیم، مرگشان میخواین میگیم، حاضر نیستیم، نان و رزق و بودجه بچه های این ملت به کسانی داده بشه که بعدن قدردان هم نیستن، که میگن آقا کنسولگری ما رو در عراق حمله میکنن، در لبنان میرقصن عکس رهبران ایران رو که دلسوزی برای اونها میکنن میارن پایین، خودتون مگر مستحضر نیستید؟ ما بچه های همین ملتیم عزیزان من، من دارم روخانی برای شما میکنم، این درها اینقدر در این سینه
اومده و رفته ما از حفظ شدیم. همه ملت از ما واردتره به دردها. همه ملت باید این تحریم سازی، این دشمن بازی باید تموم بشه. میگم شما خبرنگاران مردمی هستید. ولی من میگم احمدی جون، محمود جان، تو دیگه نگو فقط من. بگو بیا دکتر قدمی، تو بیا جلو بیا، منم بغل دست. اشکالی داره من. مرگ بر اسرائیل. بعدی که باید بهتون بگم و خیلی هم جالبه، امروزه در کشورهای اروپایی، کشورهای جهان اول، دارن حرکات نماز ما رو در ورزش پیشرفته و حرفه‌ای یوگا انجام میدن. ببینید دقیقاً حرکات نماز ماه ها، و جالب ترش اینه که دقیقاً هم تایم های اذان ما این کار انجام میدن. چرا؟ چون اومدن اندازه‌گیری کردن امواج زمین و دیدن دقیقاً همون تایم ها امواج زمین به اوجش میرسه، خیلی حجمش میره بالا، اصلا مثبت‌تر میشه، اتفاقهای خیلی خوبی داره میفته و باعث میشه ما از زمین توی اون زمان اون لحظه انرژی‌های خیلی مثبت‌تری دریافت کنیم. برای همینه که تاکید میشه اگر میخوای نمازی هم بخونی سر وقتش بخون که بتونی یه حجم سینرژی دریافت کنی. امروزه نه فقط در کشور خودمون و در کشورهای اسلامی حالا بعضی ها نماز میخونن، بلکه الان دارن در کشورهای جهان اولی هم همون تایم اذان ما این کارا رو انجام میدن. یه نفر تو کرج گل کشیده، بعدن با پای نجسش رفته بالای صندوق صدقات و به رهبر فرزانه ما ناسزا میگه. همین هان که میرن در خیابون آدم میکشن برای ایجاد تفرقه علیه نظام، بعد شما واسدی بر رو بر نگاش میکنی؟ بزن با سنگ فرش یکیش کن. رحم نباید کرد به اینها، دست اینها به خون مردم آلوده است. چنان نلای سرش بیارید که درس عبرت بشه برای بقیه جوجه تروریست ها و خوارج خصلت ها. ما اهل کوفه نیستیم علی تن.